گزیده ای از 27 گلریزان همیاری با سیمای آزادی در امتداد قیام سراسری مردم ایران 23 دی 1401. تجدید عهد کانونهای شورشی آذربایجان، سرزمین بابک، ستار، حنیف کبیر و سردار شهید موسی خیابانی. با درود و سلام به رهبری مقاومت، برادر مسعود و خواهر مریم و سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت که با بیش از 4 دهه مبارزه و استقامت و از جانگذشتگی در مقابل هیولای خونخوار ولایت با پرداخت سنگین ترین هزینه ها و فدای بیکران با ضربات پی در پی و مستمر در صحنه های داخلی و خارجی رژیم فاشیسم مذهبی آخوندی را در بحلان لاعلاج و پرتگاه سرنگونی قرار داده است و در فاز جدید و سرنوشت ساز قیام شورش کانونهای شورشی آذربایجان با وفا به عهد و پیمانشان متعهد هستند با ارتقا و سازمان یافتگی و تشکیل تیم‌ها و گروه‌ها و یگان‌های رزمی با مش و استراتژی آتش جواب آتش و تهاجم حداکثری به نمادها و سرکوبگران و مزدوران و حوزه‌های جهل و جنایت و جنایت مراکز حکومتی استمرار قیام را تضمین می‌نمایند. در نهایت ارتش آزادی بخش ملی در سراسر میهن با نبردی آتشین و آخرین تیر ترکش و ضربه نهایی رژیم فاسد و پوسیده ولایت فقیه را سرنگون و برای همیشه به زباله‌دان تاریخ همانا جایگاه اصلیشان خواهند ریخت. و در پایان مردم آذربایجان همواره از همیاری سیمای آزادی حمایت کردند و حمایتشون رو در 27 گلریزان سیمای آزادی با جان و دل اعلام می‌دارند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری، نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری. پیش به سوی برقراری جمهوری، جمهوری دموکراتیک نوین ایران. خواستم یه پیامی خطاب به کانونهای شورشی قهرمان بگم که ای دلاوران، ای قهرمانان مجاهد و ای رزمندگان فداکار که بارزه آزادی و بانک رسای قسم به خونه یاران ایستادیم تا پایان و سر خم قدغن را سر می دهید، بدانید که ما هم در اینجا پشتیبانان شما و با شما همگام و هم آوا هستیم و خواهیم بود. اکنون در پرتو این جانفشانی ها و خونها حلقی به پا خواسته و حق خودش رو طلب میکنه و میهن خودش رو که اشغال شد تو این 43 سال میخواد پس بگیره، ولی متاسفانه مثل همه بزنگاهای تاریخ باز هم زاغ و زغنهای سیاسی سر کلشون پیدا شده. روزگار غریبی است واقعا. دیو و دد، دیو صفتان و دیو خواهان باز هم مثل 100 سال گذشته میخوان پیشتازان این راه را، پیشتازان آزادی رو با شیطان سازی، با لجن پراکنی، با سانسور در مسلخ دیکتاتوری و وابستگی قربانی بکنن. الان در واقع از این جهت همیاری با همیاری 27 همیاری سیمای آزادی مهم هستش، چون مصادف با قیام هستش و ارتجاع و استعمار دشمنان آزادی مردم ایران، دشمنان تاریخی داخلی و بیرونی آزادی مردم ایران میخوان توی این مقطع قیام رو به انحراف بکشونن و در واقع شرایط عینی جامعه طوری هستش، اون تراکم تضاد بین خلق و حاکمیت طوری هستش که هیچ گونه راه بازگشتی برای خامنه‌ای نذاشته و یکی از موتورهای اصلی این قیام کانونهای شورشی و عنصر پیشتاز است.
در واقعیت شرایط توی الان ما کلان تو شرایط تاریخی و سرنوشت‌سازی از میهن و تاریخ میهن ما قرار گرفتیم که ارتجاع و استعمار سعی در انحراف کشوندن این قیام و سکوت و یا خاموش کردنش هستن مثل دفعات گذشته و رسانه‌ای داریم که به طور مستقل و بدون وابستگی به جریانات خارجی و یا کشورهای دیگه و فقط با اتکا و پشتوانه حمایت‌های مردمی پوشش دهنده قیام مردم برای آزادیه. در مورد رادیکالیسم قیام بیشترین چیزی که برای خودم انگیز دهنده بود شعار سر خم قدغن بود که در مراسم قهرمان محسن شکاری شنیدیم. این یک حرفی است که مجاهدین از روز اول زدن و الان همه مردم ایران به این رسیدن که مبارزه کردن تنها راه برای آزادی رسیدن است. مردم که تو شعارهای میدن خیلی روشنه. از روز اول گفتن مرگ بر خامنه‌ای و امسال سال خون سید علی سرنگونه، پس سرنگونی میخوان. این قیام ریشه هایی در جامعه و تاریخ ایران داره و اینطور نبوده که یک شبه جوانان و مردم ایران انقلابی شده و اینطوری رادیکال علیه دشمن اصلی یعنی خامنه‌ای شعار میدن. به نظر من با جدی شدن خطر سرنگونی رژیم توطئه علیه مجاهدین خیلی بیشتر شده، چون زحمات 40 ساله مجاهدین داره روز به روز به هدف نهاییش نزدیکتر میشه. دوست دارم همینجا در پایان به برادر مسعود عزیز سلام کنم و بگم که این شما بودید که نه تنها راه مقاومت رو باز کردید بلکه با فدایی بی نظیر اجازه دادید که مقاومت ادامه پیدا کنه و این طور شد که ما هم تونستیم برای مردممون و برای آزادی کشورمون مبارزه کنیم. چقدر خوب شده که گریزان امسال رو ما همزمان با قیام و انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران داریم. فقط به خاطر کسایی که بر علیه مجاهدین می نویسن و میخوان چنین نشون بدن که مجاهدین بچه هاشون رو رها کردن، نمیدونم مجاهدین عاطفه انسانی نداشتن، بهشون بگم که نخیر، کو خوندید. مجاهدین به خاطر خلقشون، به خاطر آزادی وطنشون همه این دردار رو تحمل کردن. به امید اون روز فرخنده که مردم ایران از سیمای شما شاهد ورود خواهر مریم و برادر مسعود به ایران خونین، ایران خونین ولی سربلند، سربلند چون دماوند باشم. خواستم بگم من به عنوان یک کانون شورشی دیروز در مقابل زندان مخوف گوهردشت حضور داشتم. مادر محمد قبادنو هم حضور داشت. دیدنش رفتم، در آغوشش گرفتم و گفتم که مادر، فرزند تو یک قهرمانه که داره با ضحاک خوناشام زمان خامنه‌ای ملعون می‌جنگه. همونطوری که خواهر مریم گفت، خون این شهیدان قهرمان در رگ‌های میلیون‌ها جوان در سراسر ایران جاری است که عزم جزم کردن خامنه‌ای خوناشام و امپراتوری جهل و جنایتش رو به زیر بکشن.